داستان ثروتمند هوا بد جوری توفانی بود پسر و دختر کوچولو حسابی از سرما مچاله شده بود هر دو لباس های کهنه و گشادی به تن داشتند و پشت در خانه می درزیدن. پسرک پرسید ببخشید خانم کاغذ باطله دارید؟ کاغذ باطله نداشتم و وضع مالی خودمان هم چنگی به دل نمی و نمی توانستم با آنها کمک میخواستم یک جوری از سر خودم بازشم کنم که چشمم به پاهای کوچک آنها افتاد که تو دم کهنه کوچکشان برمز شده بود گفتم بیا تو یه فنجون شیرکاکاوی گرم براتون درست کنم آنها را داخل آشپزخونه بردم و کنار بخاری نشاندم تا پاهایشان را گرم کنم بعد یک فنجان شیرکاکاو و کمی نان برشته و مربا به آنها دادم و مشغول کار خودم شدم زیر دیدم که دختر کوچولو پنجان خالی را در دستش گرفت و خیره به آنها نگاه کرد بعد پرسید ببخشید خانم شما پول دارین نگاهی به روکش نخنمای موپای من نختم و گفتم من نه دختر کوچولو فنجان را با احتیاط روی نلبکی گذاشت و گفت آخر رنگ فنجون و نلبکیاش به هم میخوره آنها در حالی که بستههای کاغذی را جلوی صورتشان گرفته بودند تا باران به صورتشان شلاق نزند رفتن. فنجان های سفالی آبی رنگ را برداشتم و برای اولین بار در عمرم به رنگ آنها دقت کردم. بعد سیب زمینی ها را داخل آبگوش ریختم و هم زدم. سیب زمینی، آبگوش، سخفی بالای سرم، همسرم، یک شغل خوب و دائمی، همه اینها به هم می آمدن. سندلی ها را از جلوی بخاری برداشتم و سر جایشان گذاشتم. و اتاق نیشمن کوچک خانمان را مرتب کردم. لکه کوچک دمپایی را از کنار بخاری پاک نکردم. میخواهم همیشه آنها را همانجا نگه دارم که هیچ وقت یادم نرود چه آدم ثروتمندی هست.